سلام من فاطمه هستم و این پاورقی قسمت 78 سریال آغاز داده است. ایسکوش و ایکو با خانواده هایشان به سینما می روند. ترگوت هم همراه آن هست. دوستان ترگوت بی خبر از او آسمان را برای رفتن به سینما دعوت کردند و وقتی آسمان از راه می رسد ترگوت وحشت زده می شود. در سالن صندلی ترگوت و آسمان کنار هم است و آسمان تمام تلاشش را برای نزدیک شدن به ترگوت انجام می دهد. از طرف چهلک در پارکینگ سینما به ماشین ترگوت و ایکو و دست دستگاهی برای تعقیب وصل می کند. ولی از خبر میرسد که سویکانها ها قرار است سال نو را دوره هم باشند و جشن بگیرند و میگوید سوکان ها نباید وارد سر جدید بشن اون شب همشون رو بپاشید اصلا بیرون از خانه برای چند دقیقه دوین را گم میکند و از ترس دیوانه می شود و دوین که فقط برای خرید تا مغازه سر کوچه رفته وقتی برمیگردد و اصلا را در آن حال میبیند و را در آغوش می گیرد و آرامش میکند دوین و اسلان به خانه لیلا می روند جهان همانجا است اسلان و لیلا کنار جهان می نشینند و دلداریش می دهند جهان خودش را به خاطر مرگ سراب سرزنش می کند و خاطراتی از او تعریف می کند و گرگه می کند بعد حق حق کنند می گوید حالا که قراره با من زندگی کنه چه کار باید بکنم لیلا و او را در آغوش میگیرند و می گوید ما خانوادت کنارته اسلان برای اینکه فضا را عوض کند برای همه شام میپزد. جوانی هولیا به خواب او میآید و از او میخواهد برای بچه هایش مادری کند و به گردنبند هولیا اشاره می کند و میگوید از روزی که این گردنبند رو گرفتی هولیا سوکن شدی اما موقع هولیا متوجه می شود گردنبندش در گردنش نیست او فریاد بلندی میزند و ناگهان از خواب می پرد. قیمت به الیاس خبر میدهد زن اسلان باردار است الیاس میگوید خوبه پس قرار اسلانم داغ بچه ببینه خانواده سوکان به جشن خیریه می روند. همه منتظرند که سخنرانی هولیا را بشنوند. وقتی هولیا به جایگاه می رود، تقریبا همه ناامید هستند. هولیا رو به مهمان ها و خبرنگارها ها می گوید، این خیریه با تلاش ها و زحمات یوسف سوکان به اینجا رسیده. اصلا خشمگین می شود و جهان دستش را توی جیب پالتویش می کند و اسلحه اش را آماده می کند. هولیا ادامه می, می چرا یوسف سوکان این خیریه رو بنا کرد تا بتونه پشت این خیریه دسته آلوده به خونش رو قایم کنه دسته که به خونه خیلی از مظلوم آغشته بود و زیرا شوکه می شوند. حولی 16 سال پیش یوسف سلطان به یه دختر نوجوان 16 ساله که دختر دوست خانوادگی من بود تجاوز کرد. اون دختر اسمش سراب کروزاده بود. منم بیگناه نبودم. منم با سکوتم هم همیشه حامی یوسف سلطان بودم. خیلی جاها به خاطر بچه هم کتا آمدم ولی دیگه نمیخوام ساکت باشم چون عذاب وجدان دارم. من هولیا به دنیا آمدم و میخوام هولیا از این دنیا برم و گردن را از گردنش در میابرد و جلوی همه آن را توی سطح زبال Let me end خانواده او از حرفهایش احساس خوشنودی کنند و جهان هم بی خیال کشتن هولیا می‌شود. بعد از مراسم اصلا که از کار مادرش خوشحال شده به می گوید همه امشب باید سال نو رو دور هم باشیم اما به اکو و اسکوچ و میگوید لازم نیست همراهشان بیایند و بهتر است آنها هم پیش خانواده هایشان باشند همون موقع ندرت چشمش به بدری که برای دیدنش آمده میافتد و به اصلا می‌گوید ناراحت نمیشه که منو بدری امشب نباشیم اصلا می‌گوید راحت باشم ندرت به سمت بدری میراهد. دست او را میبوسد و مادرش را در آغوش میگیرد صالح با شرمندگی به الیاس میگوید نتونستیم رد اصلان اینا رو بزنیم آدماشون رو با خودشون نبردن و ما هم فقط به ماشین آدمای اصلا دستگاه نصب کرده بودیم الیاس اصابانی میشود و میگوید اون آدما رو دستگیر میکنید و هر طور شده جای اصلان و خانوادهش رو پیدا میکنید تورکوت و قبل از اینکه به خانه هایشان برسند دستگیر میشوند آنها زیر کتک افراد الیاس مقاومت میکنند اما وقتی افراد الیاس خانواده های آنها را تهدید به مرگ میکنند هر سه کم میآورد اصلان و خانواده اش سر میز شام دور هم, هم هستند اصلان از مادرش تشکر میکند و هدیه ای به او میدهد ولیا جعبه هدیه را باز میکند و با دیدن گردنبند زیبایی که اصلان برایش خریده ذوق میکند بدری به حال یه تسلیت گفتم پیش الیاس می روید و به او میگوید میدونم داغداریمون می خوام رک بهت بگم منو تو راهمون جداست. هیچ ربط و نسبتی با هم نداریم. الیاس سرفور را قبول می کند و وقتی بدری می خواهد برود او را بغل می کند و میگوید پسرم من دو تا بچه ما از دست دادم تو را از دست نمیدم. تو نمی فهمی اما تنها نسبتی که نمیشه ازش فرار کرد همین نسبت خونیه. فری باز هم حرفهایش را تکرار می کند و میرود. صالح به الیاس خبر میدهد جایی اسلان و خانوادهاش را پیدا کردند الیاس هم افرادش را تجهیز میکند و به راه میافتند جهان سر مزار سراب گریه میکند و با او درد دل در میکند همان موقع نفوذی که بین آدم های الیاس دارد تماس میگیرد و میگوید الیاس آدماش رو جمع کرده قرار به سوکان ها حمله کنه جهان فورا از جا بلند میشود و به اسلان زنگ میزند اصلا که در آن لحظه در حال رقصیدن با دوین است تماس جهان را نمیبیند ثانیه های پایانی سال است و جیلان از همه میخواهد جمع شوند تا عکس یادگاری بگیرند در این بین اصلا متوجه تماس جهان میشود و جواب میدهد جهان میگوید الیاس میخواد حمله کنه از اون خونه برید اصلا که زمان زیادی برای رفتن ندارد فقط فرصت میکند به خانوادهاش هشدار دهد که روی زمین بخوابند وقتی همه دراز میکشند و پشت میز پنهان میشوند افراد الیاس میرسند و خانه را به تیر میبندند چند دقیقه بعد صدای آژیر ماشین پلیس افراد الیاس را فراری میدهد بعد از رفتن آنها اصلا با نگرانی حال همه را میپرسد دوین که از شکم گلوله خورده به بدن پرخونش نگاه میکند و با اضطراب اسم اصلا را میگوید همه وحشت میکنند و اصلا ناباورانه به دوین نگاه میکند ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار